آسمان غرب کشور هم محو در گرد و غبار. بعد از آلودگی چند روزه خوزستان، از دیروز ریزگردها خودشون رو به استانهای غربی هم رسوندن. ماسکه، هوا آلوده است. گرد و غبار این بار میهمان ناخوانده استانهای غربی کشور شد. امروز علاوه بر خوزستان، استانهای ایلام، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی شاهد بروز پدیده گرد و غبار و ذرات آلاینده بودند. همین گرد و خاک باعث شد که بچه‌های من دیروز مریض بشن. خیلی بده، برای مخصوصا به سن ما. بیشترین میزان این آلاینده ها مربوط به شهر اهواز با 1206 میکروگرم بر متر مکعب بود که کیفیت هوا را به مرز خطرناک رساند. غلظت گرد و غبار در اهواز دیروز به 66 برابر حد مجاز رسیده بود. ما دیشب در دولت من گزارش برنامه های اجرایی دستگاه ها رو مطرح کردم. کلیات مورد قبول دولت قرار گرفت. قرار بر این شد که اعتبارات مورد نیاز از طرف سازمان مدیریت برنامه‌ریزی پیشنهاد داده بشه و انشالله ما در اولین جلسه دولت به طور قطع اون اعتبارات مورد نیاز رو تصویب کنیم. رسیدگی به وضع هوای خوزستان به دنبال تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیگیری و رسیدگی سریع به وضع هوای استان خوزستان، امروز جلسه اضطراری به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزرا و مسئولای مربوطه تشکیل شد تا درباره اقدامات فوری برای مهار بحران ریزگردها و پیامدهای ناشی از اون تصمیم گیری بشه. در این جلسه قرار شد وزیر بهداشت به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط به خوزستان برن و اوضاع استان را از نزدیک بررسی کنند. علاوه بر اون دستگاه‌های مختلف از سازمان محیط زیست گرفته تا هواشناسی هم از اقداماتشون برای مهار ریزگردها گزارش دادند. معاون اول رئیس جمهور هم تاکید کرد که دولت برای رسیدگی و حل مشکل ریزگردها هیچ محدودیت مالی و اعتباری نداره. پیشروی خاک سه روزه که در استانهای خوزستان، بوشهر، کرمانشاه، ایلام و کوکیلو و بویراحمد تنفس رو برای مردم سخت کرده. در خوزستان امروز غلظت ریزگردها به 66 برابر حد مجاز رسید و مدارس و اداره های استان رو برای یه روز دیگه تعطیل کرد. دست همش ماسکه، درست؟ تو کل پشتم همش ماسکه. ماسک های فیلتردار و بدون فیلتر تبدیل به جزئی از بدن خوزستانی ها شده. اگر ما اینا رو اصلا نمی‌تونیم تنفس بکنیم. ببینید، مال تنفسه. نفسش گرفته پدر بزرگم. با هم تماس گرفتم، بهم گفتن که برید براش بگیریم. وضعیت استان ما هات هست. میطلبه که یک عزم ملی، رؤسای دولت ما بیان قدم بردارن تو این زمینه. رئیس جمهور هم امروز در پیامی با عنوان با شما هم نفسم خطاب به خوزستانی ها گفت موزل گرد و غبار دردی مشترک و حلش اولویت جدی دولته. آقای روحانی تاکید کرد شخصا و لحظه به لحظه پیگیر حل این موضوعه. رئیس جمهور در گفتگو تلفنی با استاندار خوزستان هم علاوه بر اطلاع از آخرین تلاش ها و اقدامات صورت گرفته، دستورات لازم را برای بسیج دولت در مدیریت امکانات و اعتبارات لازم برای کاهش آلودگی و خدمت رسانی به مردم صادر کرد. ما باید با ریزگردها مخصوصا در استانهای غربی مقابله کنیم، اما میدانید این کار بسیار بزرگ و عظیم و کوتاه مدت نیست. ریزگردها عمدتا از کشورهای همسایه ما با بادهای موسمی و معمولی آغاز می شود و به شهرهای ما سرازیر می شود. دولت هر تلاشی تونسته در این زمینه انجام داده، اما باید با کمک کشورهای همسایه غربی ما بتوانیم یک برنامه بلند مدت برای مهار ریزگردها انجام بدیم.